به به خیلی خیلی خوش اومدین. چقدر خوشحالم میبینم اتون. عیدتون مبارک. خیر مام، خیلی خوشحالیم که با شما هستیم. مرجان و من خیلی خیلی خوشحالیم که در این ساعات خوب و در این روزگار که به سوی بهار میریم با شما هستیم. مرجان نازنین چه قرمز خوش رنگی پوشیدین، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. اولین مرسی جونم، خوشحالم دوباره میبینمه و لباس شما خیلی جالب و قشنگه. من فکر میکنم سامان جون سلام، با کراوات سامان جون انگار این دوتا رو با هم هماهنگ کردیم. بسیار لباس برازنده است، بسیار زیباست، خیلی مبارک باشه. من نمیتونم دروغ بگم، این کراوات مال خود سامان، مال من قرضی، صاحبش هم اونجا نشسته، پسش هم نمیدم. مرسی که تعریف کردی. نه اصلا، من از صاحب اصلی این لباس میخوام که اینو به شما ایمون بدن. بذار من یه اعتراف بکنم. مرجان نازنین، آقای اصلانی نازنین، قبل از اینکه شما بیاین، من و سامان نشسته بودیم روی سوالا فکر میکردیم، هی میگفتیم آقای اصلانی خیلی جدی میخونه، مرجان رو هم من خیلی از نزدیک ندیدم، هی میگفتیم آقای اصلانی چی صدا کنیم، چی صدا کنیم، میگفت فرامرز جون آقای اصلانی. حالا جان گفتین اشکال نداره، ولی همون فرامرزش خیلی خوبه. بسیار عالی، خیالمون راحت کردید. مرسی. ما یه سری سوالایی داریم میپرسیم که اساغور داده و اینا نمیتونیم باشین، همه چی رو باید لو بدین. ما نیز میکوشیم به پرسش های شما پاسخ مناسب بدیم. مرسی. خب مرجان عزیز، سوال سخت شروع میشه. وقتی که ما عاشق میشیم، میخوایم دل ببریم، آهنگای آقای اصلانی رو میذاریم، فرامرزیون رو میذاریم برای یارمون، شما به ما بگید وقتی که فرامرزیون اون لحظه که خیلی براتون رمانتیک میشه میخواد یه آهنگ بذاره، چه آهنگی رو براتون پخش میکنه؟ ای بابا، سوال از اول سخت شروع شد. الان داره تازه شروع میشه. من فکر میکنم آهنگ تو، آهنگ تو مال فرامرز، یه آهنگی که برای جفتیمون آهنگ عزیزیه و واقعا وقتی که جفتیمون آهنگ رو گوش میدیم یه جای به خصوصی تو قلبمون داره. برای همین بعد که قرار راجبه یه آهنگ صحبت بکنم، فکر کنم آهنگ تو فرامرز باشه. در یک جمله از هم دور بودن یعنی چی؟ زیاد ما این داستان رو نداریم. راستش ما الان سوالهای بسیاری هستش که همیشه با همدیگه هستیم، چون راستش اگه بخوام براتون بگم، زمانی که من مسافرت میکنم و مرجان جان با منه، چون یک آدمی هستش که هیچ چیزی رو فراموش نمیکنه، من خیلی فراموشکارم، یعنی من اگه قراره برم یه مسافرت ممکنه حتی چمدونم رو جا بذارم. اینی که مرجان همیشه هست با من و خوشحالم که با من هست. حالا میخوام از مرجان جون بپرسم که واکنش خانواده شما چی بود وقتی فهمیدن که شما میخواین یک موزیسین شناخته شده ای به اسم آقای اصلانی رو ملاقات بکنین و عاشق شدین؟ تموم شد دفت. ولی من خانوادم که همیشه طرفدارای پرپاقرص فرامرز بودن و از روزی که اصلا باش آشنا شدن خیلی دوستش داشتن. من تو به عنوان یک خواننده و یک آدمی که با آهنگاش گوش میکنن، نه کسی که قراره وارد زندگیشون بشه. خب وقتی که فهمیدن قراره دوماد خانواده بشه چی شد؟ اون که اخ شد داستان. کل پکیجی های اتفاق افتاد. من حالا نمیخواد زیاد تو اون توضیحات بریم، ولی من یه مقدار خوشبختانه هم پدرم هم مادرم منو جوری بزرگ کردن که تصمیمای خودم و خودم میگیرم و دیگه تصمیم دیگه آخر به اینجا رسیدیم. بسط برقرار شد. سوال سامان فرامرز جان، بهترین کادویی که در زندگی از مرجان عزیز شما گرفتین چیه؟ مهمترین کادویی که از مرجان جان گرفتم فکر میکنم که یه آیپد بود که یادداشت کنم توش، بنویسم چیز یادم نره و بعد اون چیزهایی که می نویسم، خاطرات زندگیم، یادبودهای زندگیم، پاره های زندگیم و چکیده هایی از زندگی من که الان فصل ششمشه دیگه و هر فصلی 10 تا هست، و بتونم اون تو وارد کنم که اینها از بین نره، چون من هزاران شعر این طرف و اون طرف دارم، پشت مثلا جعبه کلینکس، پشت رومیزی، اینجور جا. مرجان خوشبختانه اینا رو جمع آوری میکنه و بعد عکس ازشون میگیرم دیگه، حداقل در آیپاد خودم میذارم که آیپد خودم ببر ببین منو درست میکنم. دقیقا
برای همین میذارم که اینها از بین نرن. ولی من باید یه نکته بگم. ببینید فرامرز من همیشه به دوستای امریکاییم یا خارجیم مثلا میگم فرامرز مثل لاینا ریچی ایران، همیشه بلد می نویسه، آهنگای رمانتیک می نویسه. من الان منتظر بودم فرامرز بگه قشنگترین یا مهمترین کادویی که به من داده عشقشه، ولی گفت آیپد. من قربونش برم. یعنی چیزی که این برنامه نه آخه اگه کسی که کسی رو دوست نداشته باشه بهش آیپد میده. شما دارید دفترچه یادداشت 40 برگ کاهی بهش میده میگه برو. مهمه دیگه شما چیزی که عاشق باشه آیپد بده. شما چیزی که به فرامرز دادین خیلی مهمه، چون دارین آرشیو زندگیشو بالاخره سب برای بقیه ماها نگه می‌دارین. این یعنی عشق مرجان عزیز. حالا من یادمه که مرجان عزیز آهنگی که دوست داره رو به من گفته، ولی الان میخوام به من و سامان بگید که چه خصوصیتی از فرامرز جون رو شما دوست دارین که خیلی از مردم ممکنه اصلا ازش خبر نداشته باشن. خصوصیتایی که ازش دوست دارم، فرامرز آدم خیلی شوخیه و اینو معمولا چون همونجوری که اول برنامه گفتین فرامرز خیلی همیشه آدم مثلا یه مقدار سیریس تریه، برای همین همیشه اونجوری میبینن مردم فرامرز، در صورتی که من خودم خیلی آدم شوخی هستم و هیچ وقت نمیتونستم با یه نفری باشم که این شوخ نباشه. اسامل فرموده ولی خب واقعا فرامرز فکر میکنم میدونن همه، یعنی چیزی که منو اول به فرامرز اترک کردش این آدم با فرهنگیه، واقعا آدم گرمیه، برای همین من فکر میکنم ولی این شوخ بودنش بیشتر منو دارن آیپد رو همینجور میزنن برای من جالب تر. حالا بهم بگیم واقعا یکی از باحالترین شوخی هایی که حالا باهاتون کردن چی بوده که اینطوری دلتون رو بردن؟ دلمو سر این شوخی که الان تو سرم اومد نبردش، برای اینکه این داستان برای خیلی بد دیرتر توی ریلیشنشیپمون اتفاق افتاد، ولی یه روز ما جفتی از این از کجا برگشتیم درست مثل امروز که جت لگ داریم، من 5 صبح بلند شدم رفتم دستشویی یه دقیقه، بعد برگشتم دیدم که فرامرز یه مش بالش گذاشته زیر توی رخت خواب جای خودش، یعنی انگار خوابه، بعد رفته قایم شده، بعد منم دیدم که این کار کرده فهمیدم منم یه خرس دارم، رنگ موهاش مثل موهای منه، منم اون خرس رو گذاشتم و یه مش بالش گذاشتم و منم همون کاری کردم، رفتم تو کمد قایم شدم که نزدیک تختمونه. فرامرز اومد تو اتاق دیدش که متوجه نشد، دید کله کله منه، اومد همین بالا سر داشت یواش پتول میزد، من از پشت پخ کردم جفتیمون یک جیغ به هم دیگه زدیم. ما باید بریم خونه شون زندگی کنیم یه 2-3 ماه آقا ما رو دعوت کنیم، قرنطینه خوش گذشته پس کلن. آره ما یه همچین نمای چیزی رو لازم داریم، یه سریال درست کنیم از چیزهایی که در روزمره برای ما اتفاق میفته، چون من معتقد هستم که توی دورانی مثل الان یکی از چیزهایی که میتونه حتی به تندرستی آدم کمک بکنه همین گشاده رویی و اینی که آدم یه ذره خنده رو باشه و ساده بگیره چیزها رو. بالاخره این روزها تموم میشه، این روزهایی که برای خیلی ها بد بوده و خیلی متاسفم که همچین چیزی بوده، ولی بالاخره این روزها تموم میشه، بالاخره باز دوباره روزی میاد که بتونیم آدم ها هم دیگر رو بغل کنیم. دقیقاً. آقای اصلانی نازنین، من شما رو از روزی میشناسم که توی کنسرتی اومدم و خیلی با ترس و لرز منم گفتم برادر من عاشق شماست، تو دهمون یه درخت انجیری داشتیم که پدرم زد داغونش کرد و برادرم رو دیوار نوشت درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه کودکی های ما رو میدید، و بعد شما اومدین خودتون گفتید من میخواین اینو با دستخطم برای برادرتون بنویسن، قلبم پر کشید. الان برادرم خب زندانه ولی تو فیسبوکش آخرین پستش دستخط شماست. برای همین دلم میخواد بگم متاسفم که ایشون هنوز در بند هستند. خواهش میکنم، دلم میخواد ازتون آرزو میکنم که در سال تازه، در این قرن تازه، برادر جانم بیان و یه روز پلوی شما باشن و من بتونم با تصویرشون گفتگو کنم. عزیزی دلم میخواست همینو بپرسم، چجوری شما با این جدی بودنی که همه ازتون سراغ دارن، با اون جایگاهی که دارید،
میرید و برای آدم ها، چون در کنار من دانشجوهای معمولی بودن، زنان عادی بودن که اومده بودن و شما رفتین همینو گفتید، چجوری میتونید با مردم ارتباط برقرار بکنید و چرا این کار رو میکنید؟ چون به راستی اگه براتون بخوام بگم اینه که من دوست دارم آدم ها رو. میدونید چرا؟ برای اینکه از زمانی که چشم باز کردم آدم ها منو دوست داشتن. این یک بده و بستون همسنگ بوده با هم دیگه. نه من چیزی زیاده دادم که نگرفتم، نه اونها چیزی به من دادن که من پس ندادم. اینه که اگر کمبودی بوده از سوی من بوده. من همیشه مهر دیدم از آدم ها. اینه که خب وقتی که آدم مهر میبینه چطور میتونه مهربان نباشه؟ مرسی سامان. ما هر وقت فیلم یا عکس از فرامرز جان دیدیم همیشه یه گیتار تو بغلش بوده. مرجان عزیز تا حالا شده شما به گیتار فرامرز حسودیتون بشه؟ نه خیر، برای اینکه واقعا هر موقع که دستشه من انقدر لذت میبرم از کاری که داره میکنه که واقعا نمیتونم بگم حسادت. به گلدونامون حسادت کردم برای اینکه خیلی از گلدونامون مراقبت میکنه. آفش شما من اهل باغبونی و گل و گیتارش. ولی بیشتر با شما حرف میزنم تو با گلدونام. خب اون به خاطر اینکه من زیاد حرف میزنم. مرجان عزیز البته فکر کنم جوابشو دادین آوردی، ولی کی بیشتر کلید خونه رو گم میکنه؟ فرامرز مطمئنن. فرامرز و فقط هم کلید خونه نیست، چیزای دیگه هم هستش که در واقع گم نمی کنه. فرامرز فقط زیادی جا به جا میکنه. نه نمیدونم کجا گذاشتم، گمشون نمی کنه. گمونه که دیگه پیدا نشه. نه من جا میذارم یه جایی، بعد یادم نمیاد کجا جا گذاشتم. خب اسم اون همون گم شدنه معمولا. فرامرز عزیز من دوست دارم بدونم، مرجان عزیز شما هم جواب بدین، اگر شما یه هفته فرامرز جون رو گم بکنین، یعنی نباشه، مهمترین چیزی که شما گم میکنین چیه؟ سوالای سخت. واقعا میگم من فرامرز الان ببینید، الان میگه آشپزی، برای اینکه فرامرز آشپزی تو خونه میکنه، من آشپزی نمیکنه. سوالی بود که حذف کردی من جواب دادم. نه من تو شوخی گفتم آقا بابا فقط اون آیپده گم نشه. فرامرز آشپزی خونه رو میکنه، به صبحانه، نهار، شام، برای همین. ولی واقعا یه عادتیه، یعنی واقعا من فرامرز خیلی چون با همیم از اون نظر اون بودن با هم جاش خالی خواهد بود. از چه غذایی الان تا الان دیگه خسته شدین؟ من اینکه تو قرارم الان شما راستش رو که من بخوام بگم اینی که هر غذایی رو که شما فکرشو بکنید من بعدم درست کنم. ما بریم خونه‌شون. ویژگی خوراک درست کردن من در حلیم پزیه، چون یک شب تا صبح من وای میسم بالای دیگین رو هم میزنم. به 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 با دارچین و کره مفصل. چون خیلی خوب میشه اینه که از این هم زدن اصلا پشیمون نمیشه. این برنامه یه تاثیر مهمی که بر رو مردم بذاره اینه که آقایون تو ایران آشپزی یاد بگیرن. من میخواستم بدونم فرامرز جان شما موقعی که این حلیمه رو داری اینجوری اینجوری میکنین چه آهنگی میخونین؟ yes. اون زمان باید حقیقتاً تمرکز داشته باشم به اینی که ببینم چیکار دارم میکنم. یعنی که اگه بخواد شعر یادم بیاد و ممکنه یادم بره که تو حلیم اون چیز که باید بریزم. من از این موقعیت میخوام استفاده کنم چون نام بردید، میخوام درود بفرستم به مهمانان دیگه‌ای که شما داشتید در این برنامه و بگم که خیلی خوشحالم که ما در یک صفحه با هم خواهیم بود. ما خیلی خوشحالیم. همه هدفمون این بود که از چهره های متفاوت مردم بیان تو خونه های شما. فرامرز عزیز اگر شما موزیسین نبودی واقعا چی کاره می شدین؟ من الان خیلی دوست دارم بدونم اینا. نویسنده، یعنی حقیقتا نویسنده می شدم، چون از زمانی که یادم هست با انشا نوشتن شروع شد که بچه ها می خواستن من انشاهامو بخونم براشون و یعنی که همیشه دوست داشتم بنویسم. سال سختی بوده دیگه، هممون اینو میدونیم. چه چیزیه که امسال دوست دارید با سبزه 13 به درتون بندازین تو آب بره دیگه برنگرده؟ مرجان عزیز شما بگین. سوال آسونیه این، کرونا. خیلی سوال آسونیه با ماسک و این ادا اطفارا خیلی زندگی هممون رو عوض کرده. دایم. و سال سختی بود. فکر کنم 99% این پرسش رو بپرسید شما همین جواب بدن، ولی
به راستی به زندگی رو به یک جایی برد که نباید میرفت. درست و امیدوارم که همه چیز درست بشه بالاخره. به هر حال من به جز کرونا چیزای دیگر هم میخوام بریزم دور. دربارش تو این برنامه ما امشب صحبت نمی‌کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحالیم که شما دو نازنین همراه من و سامان بودین تو این برنامه. اصلا روز ما رو ساختین و سورپرایز خیلی اساسی بود، برای اینکه ما همین سر این سوالا گیر کرده بودیم از کجا شروع کنیم. رومون نمیشد چجوری بپرسیم اولین بار کی اون یکی. به راستی خوشحالیم که با شما هستیم و خیلی خوشحالتر هستیم که دوستان عزیز، هموطنانمون، همسرزمینانمون و ایرانی های هر کجای دنیا که هستن ما رو میبینند و ما بهشون درود میفرستیم. سال خوبی براشون آرزو میکنیم و قرن خوبی برای همه آرزو میکنیم. واقعا منم همینجور، منم واقعا برای همه سال خوب و سلامتی اولین در چیز اول، واقعا سلامتی برای همه و مرسی از شما. سرشار از تندرستی و شادی. مرسی، ولی با عنوان آخرین خواهش من از طرف مردم میخواستم از مرجان عزیز بخون که فرامرز اصلانی رو بوس کنن، ولی انقدر مرجان تو این برنامه درخشان بود، انقدر برای من و سامان یه چهره دوست داشتنی بود که حالا من از طرف خودم و سامان و مردم میخوایم همدیگر رو به جای ما بغل کنین. ما که نمیتونیم شما بغل کنیم همدیگر رو. مرسی، خیلی ممنون که پذیرفتین. روی ماه هر دوی شما رو دارین واقعا. مرسی. این صدای آمریکاست.